به یاد دارید هفته گذشته یک برنامه ویژه‌ای رو آغاز کردیم. برنامه امروز دنباله آن است. دومین بخش از سری برنامه‌هایی است که به بررسی تاریخچه و چگونگی پیدایش روحانیت شیعه و یا آخوندها اختصاص دادیم. در آغاز برنامه هفته گذشته اشاره کردم که تا پیش از انقلاب اسلامی و حکومت ولایت فقیه آشنایی بیشتر همیهنان با واژه آخوند از راه شرکت در مراسم عقد و عزاداری یا رفتن به احیا یک شب به مسجد بود و کمتر کسی صدا و خبری از آیات عظام و حجج اسلام می شنید. اما امروز پس از نزدیک به 40 سال حکومت دینی که هم رهبرمان عمامه بر سر دارد و هم رئیس جمهورمان، این پرسش در ذهن همگان شکل گرفته که این همه آخوند و مجتهد و فقیه و دستاربند از کجا و از کی پدیدار شدند. هفته گذشته آقای امینی نخستین بخش مربوط به این بررسی ریشه‌ای و پایه‌ای را با همیهنان در میان نهادند و امروز این گفتگو رو با ایشان دنبال می‌کنیم. جناب آقای امینی، درود بر شما. درود بر شما و درود بر همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند تلویزیون. خسته نباشید. سپاسگزارم. آقای امینی، پیش از آغاز بخش دوم سخنان شما میخواستم خواهش کنم که اگر صلاح میدانید خلاصه ای از سخنان هفته پیش خودتون رو با بینندگان ما در میان بگذارید. من به این موضوع بسیار مهم پرداختم که نخست اینکه ما با تاریخ 100 سال نخست آیین یا دین اسلام چندان آشنایی دقیق نداریم. یعنی آشنایی ما از راه شنیده هاست، با گفته هاست. ما سندهای نوشتاری از اون دوران در دست نداریم که با قاطعیت بتوانیم داوری کنیم که در 100 سال نخست دوران اسلام، از زمان پیامبر اسلام تا 100 سال پس از اون، واقعا چه گذشته در دوران خلفای راشدین و حتی کشته شدن امام حسین در صحرای کربلا و چیزهای از این دست. اما از تقریبا میتوان گفت از 1/4 آغاز سده دوم به این سوی ما با نوشتارها و اسناد روبرو هستیم و بنابراین میتوانیم با یک درجه از قاطعیت در مورد تاریخ اون دوران داوری کنیم. این گونه که به ما گفتند یا به رهبران شیعی در واقع این گونه وانمود کردند، پس از اینکه امام 11 به سن بالا رسیده بود، خیلی ها بر این باور بودند که او فرزندی نمی داشته و در این حال چون 12 امام نباید بیشتر می داشتیم، چون این 12 یک رقم مقدس بوده، از آیین یهود آمده و اصلا از یک سنت تاریخی بیرون از آیین های دینی آمده. 12 بار ماه به گرد خورشید می گشته و بنابراین 12 ماه ما داشتیم و این 12 در داوری دینی یهودیان وارد شده، از داوری دینی یهودیان به داوری های دینی مسیحیان رسیده، 12 حواریون و سرانجام هم به ما شیعیان رسیده. حالا من که باور مذهبی ندارم ولی به شیعیان رسیده به طور کلی. ولی این 12 یه جایی باید بسته می شده، یعنی امام 13 و 14 و 15 با این باوری که باید 12 پایان کار باشد گرفتاری داشته. حتی می دانیم که در قرآن هم اشاره شده در اینکه باید ما هم مانند خلفای 12 گانه یهود داشته باشیم. اینها رو همه رو برگزیدن و هنگامی که به امام 12 میرسن،
ایشان فرزندی نداشته، باید این رو پایان میرساندن و این است که میآیند و فرزندی خلق میکنند، میگویند که امام دارای فرزندی بوده و این فرزند از بیم و هراس خلیفه در یک سردابی در سامرا پنهان شده و از راه چهار نایب با مردم سخن میگفته. این دوران، دوران غیبت صغراست. این دوران غیبت صغرا از نقطه نظر تاریخی از سال 260 قمری تا سال 329 قمری دوام پیدا میکنه، یعنی حدود 69 سال 70 سال، اگر این امام گیرم 5 سالش بوده 6 سالش بوده، حالا به 70 سالگی رسید یا نزدیک به 70 سالگی، سال 940 میلادی یا 329 قمری آخرین نایب امام اعلام میکند که او دیگر غایب شده و به غیبت کبرا، به یک دوران ناپدیدار شدن تو دراز مدت پیوسته و از این هنگام بر پایه فرمانهایی که در اون دوران غیبت صغرا امام صادر می کند و اونها توقی می گفتن. البته همه اینها رو بر پایه افسانه های شیعی من بازگو می کنم، نه اینکه باور داشته باشم، ولی این پایه دستور می آید که پس از اینکه نایب چهارم درگذشت دیگر نایبی نخواهد بود و مردم، و این بسیار مهم است، و مردم در این دوران، مؤمنان شیعیان در این دوران، باورمندان به این 12 امام در این دوران، برای دریافت راستی ها به بزرگان دین، به اونها رجوع کنند، که این در واقع می شود بنیادی برای پیدایش روحانیت شیعی در ایران و این در واقع آغاز پیدایش اون اندیشه رهبران دینی است که باید میان مردم و امامان و خداوند در پیوند و ارتباط باشند و مردم رو در روزگارهای بسیار مهم راهنمایی کنند. در آغاز کار این فرمان منتسب به امام 12 بود که در روزگارها به این آدمها نگاه کنید و بنگرید و به اونها رجوع کنید، ولی رفته رفته تبدیل شده به اینکه با برپایه کتابهای توضیح المسائل در هر کاری، از جمله چگونگی لباس پوشیدن، غذا خوردن، در رخت خواب رفتن، رفتار جنسی، ببخشید ادرار کردن و کارهای دیگر، همه این مسائل شما باید به یه آخوند رجوع کنید، به یک مجتهد رجوع کنید و مجتهد است که به شما میگوید که شما چه غذایی، چه چیزی رو میتوانید بخورید، حلال است، چه چیزی مکروه است، چه چیزی درست نیست شما بخورید و خیلی چیزهای دیگری که در افسانه ها به اون افسودن به طور کلی. و این آغاز سخن من با شما در هفته گذشته بود. آقای امینی، بفرمایید که این سهم امام و خمس، اینا چه جایگاهی دارن در پدیدار شدن قشر آخوند و محدث و غیره؟ این ماجرای خمس خیلی جالب است. میدانید که در قرآن تنها یک بار در سوره انفال به خمس اشاره شده، هیچ جای دیگری هم به خمس اشاره نشده و در اونجا هم از به یه واژه‌ای اشاره شده. من واژه رو میگم برای شما، شما به هر حال عربیتون خیلی بهتر از من هست. غنمتون، یعنی آنچه از غنیمت به شما رسیده. و چون خب دورانی بوده که مسلمانان میرفتن به جنگ و غنیمت به دستشون میامده و گفته از این غنیمت، از این غنمتون، از این شما 20% ببخشید، 1/5 رو، حالا همون 20%، من 20% رو برای زبان امروزی میگم، خمس اون رو باید به دولت دینی بدهید، یعنی به رهبر دینی، به اون حکومتی بدهید که شما رو رهبری کرده. و البته در این باره هم گرفتاری بود و درگیری های وجود می داشت و غیره. شیعیان آمدن و خیلی سالها پس از اون گفتن این غنیمت در زبان عربی بر پایه برخی برداشت‌های
زبان عربی پیش از اسلام، یعنی هر آن چیزی که به دست شما در زندگی میرسد، از جمله محصول کار. اهل سنت و خلفا با این موضوع مخالف بودند و غنیمت رو تنها به غنیمت جنگی اختصاص میدادند، ولی شیعه این رو ادامه داده، یعنی غنیمت نه تنها یک پنجم آن چیزی است که شما به دست می آورید یا بخشید خمس، بلکه خمس حتی می تواند به دارایی که یک سال ماندگار بوده باشد، زمینی داشته باشید و این زمین نشسته باشد، کاری بر این زمین انجام نشده باشد، ارزش این زمین بر اون خمس تعلق می گیره. و خب درباره خمس کتاب ها نوشتند، اصلا یک دفتری باز کردن برای این به قول خودشون علم مربوط به خمس. این خمس که یک پنجم درآمد یا بخشی از دارایی بوده، به دو بخش تقسیم می شده، نیمی از آن سهم امام بوده و نیمی از آن باید به یتیم و سادات و آدم های ابن سبیل. ولی رفته رفته آمدن گفتن خب کی سهم امام رو تحویل می گیره؟ امام که در میان نیست. این روحانیان، فقها و بزرگان دین هستند که این نیمه در واقع خمس رو در دست میگیرن، اون پخش دار این خمس، نیمی از خمس میان سادات و فقرا هم شما که نمیتوارد این کارو بکنید، این رو هم باید روحانیان در دست بگیرن. این است که تقریبا میتوان گفت از حدود 500 سال پیش به این سوی خمس رو به آخوندها میدادن، یعنی یک پنجم درآمد رو به اونها میدادن و این بنیاد پیدا مثلا توانا شدن نیروی روحانیت شیعی بوده. البته در دوران پس از جمهوری اسلامی دیگر خمس ارزشی نداشته و ندارد، چون اینها بر دارایی نفت ایران دست یافتند و این پولهای کوچکی مانند خمس و غیره برای اونها ناچیزه، ولی در دوران گذشته این پولی که ثروتمندان، توانمندان شیعی در دست داشتن و باید بخشی از اون رو به امام میدادن، خب امام از چه راهی این پول رو باید دریافت کنه؟ از طریق این واسطه ها که روحانیان شیعی بودند. آقای امینی، نخستین گروه فقیهان و محدثان شیعی چه کسانی بودند؟ لابد همون کسایی که بیشتر پول به دستشون میرسید. و در چه سنواتی پیدا شدند؟ و آیا آنها در ایران میزیستند یا در شهرهای عراق، سوریه، لبنان امروزی؟ کجا بودند؟ نام‌آورترین فقیه آغازگر اندیشه فقهی شیعی، یا در واقع باید گفت محدث روایی یا فقه روایی شیعی، فقه روایی شیعی کلینی است. کلینی یکی از روستاهای نزدیک قم است. کلین محمد ابن یعقوب کلینی که نام‌آور بوده به سقط الاسلام کلینی، او در سال 329 قمری درگذشته. این سال خیلی مهمه، این سال آغاز غیبت کبراست، بنابراین کلینی در دوران غیبت صغرای امام زمان، در همون دورانی که نایبان چهارگانه روابط با این امام ناپیدای بروی افسانه‌ای رو داشتند، در اون دوران فقیه پیدا می شود محدثی که 16 روایت، 16 حدیث رو گردآوری می کنه. این 16 حدیث بنیاد فقه روایی شیعی می شود. او نخستین، باید گفت نخستین محدث و فقیه شیعی است و همزمان با این دورانه. به جای او کسی پدیدار می شود اندکی پس از درگذشت او، که تقریبا می توان گفت که در همون دوران به دنیا آمده ولی نام‌آور شده اندکی پس از درگذشت او، محمد ابن علی ابن حسین موسوی، نام‌آور به ابن بابویه یا ابن بابیه قومی، همچنین نام‌آور به شیخ صدوق. شیخ صدوق دومین کتاب روایی شیعه رو نوشته. اولین کتاب رو که کتاب کافی است، که همون کلینی
نوشته، کتاب بسیار مهمی در میدونید که این چهار کتاب به نام کتب به اربعه پس از قرآن مهمترین منبع باور شیعیان هستند، یعنی بسیاری از احادیث رو و روایات رو از این چهار کتاب گرفتن، چهار کتاب فقه روایی کتب به اربعه. این شیخ صدوق که درباره امام زمان هم مطلب خیلی نوشته، او هم در همین دوران هست، یعنی در آغاز سده چهارم هجری. پس از او دو نفر در واقع شاگردان او بودند، شیخ مفید و همچنین شیخ مرتضی، سید مرتضی و شریف مرتضی علم الهدا. در میان این چهار نویسنده، سه نویسنده چهار کتب به اربعه، یکی از اونها دو کتاب رو نوشته و او هم در واقع در میانه سده پنجم این کار رو کرده، یعنی محمد ابن علی ابن، برای که من اینها رو باید از رو بخوانم که نام او رو دقیق، شیخ طوسی رو همه میدانن، شیخ و طایفه اسمش بوده، ولی نام کاملش از محمد ابن حسن ابن علی ابن حسن، نام‌آور به شیخ طوسی یا شیخ الطایفه. او در واقع دو کتاب رو نوشته، کسی که از اون نام بردم پیشتر، یعنی ابن باقوی شیخ صدوق، او در واقع یکی از این کتاب‌ها رو، کتاب‌های برجسته فقه روایی شیعه رو نوشته، کتاب من لا یحذره الفقیه، در پیش فقیه، در حضور فقیه. شیخ طوسی دو کتاب مهم رو در این زمینه نوشته است، کتاب‌های چهارگانه فقه شیعه، فقه روایی شیعه، و اینها رو باید گفت. این پنج نفری رو که نام بردم، یعنی سه نفر نویسندگان کتب اربعه و دو نفر شاگردان ابن باوی یا ابن بابویه، اینها آغازگران ساختار فقه شیعی هستند و اینها در واقع علم حدیث، روایت و این مجموعه چیزهایی رو که جز قرآن به شیعیان درس میداده رو اینها پایه نهادند. اینها آخوندهای اولیه، آغازگر این ساختار روحانیت شیعی به شمار می آید. آقای امینی، در تاریخ ها به حضور اسماعیلیان، اسماعیلیه از دوره غزنویان اشاره شده و می دانیم که حضور این گروه در دوره سلجوقی به رهبری حسن صبا به اوج رسید. بله. آیا شیعیان دوازده امامی و آخوندهای امروزه این اسماعیلیان را هم بخشی از تاریخ شیعی ایران می دانند؟ ضمناً بفرمایید که آیا در میان اسماعیلیان هم پدیده آخوند با آن گونه که ما در میان شیعیان دوازده امامی می‌بینیم وجود داشت؟ ببینید، آیین اسماعیلی باز می‌گردد به یکی از سنت‌های بسیار بسیار رایج در میان مسلمانان و به ویژه شیعیان. این که می‌گویم به ویژه شیعیان، از این رو که پس از درگذشت هر یک از امامان، پس از امام علی، امام حسن و امام حسین که دیگر هیچ کس درباره اونها گفتگوی نداشته، و امام چهارم، از آن پس هرگاه که یک امامی در میگذشته یا حتی پیش از اینکه امامی در بگذرد، مدعیانی برای جانشینی او پدیدار میشدند، حتی برای انتقام از کشته شدن امام حسین. خب میدانیم که چندین نفر شورش کردند، مختار ثقفی نام‌آورترین اونها بود که دست به کشتاری از امویان زد که در تاریخ ها نوشتن و بسیار خونریزانه بوده. در خراسان و در بخش‌های دیگری از این فلات ایران خیلی ها برخواستن و خودشون رو خونخواه امام حسین اعلام کردن و حتی برخی آمدن و گفتن ما همون مهدی موعود هستیم، و این بسیاری مهدیان در همین بغداد سربلند کردن، در کوههای پیرامون بغداد. و در میان شیعیان این موضوع خیلی رواج پیدا کرد. شهرستانی در و دیگران در کتاب‌هایی درباره تاریخ شیعی نوشتند،
به این نوع فرقه بندی های شیعه اشاره می کنند. ما امروز وقتی می گوییم شیعی، مراد ما شیعه 12 امامی پیرو فقه جعفری است، یعنی اونهایی که در ایران و در عراق در واقع قدرت دارند. ولی شیعی پیش از نیرومند شدن شیعه 12 امامی پیرو امام ناپیدا و فقه پایه‌گذاری شده از سوی امام ششم امام جعفر صادق به چندین دسته و گروه تقسیم می شدن و تا حتی در هنگام درگذشت امام 11 امام حسن عسکری هم باز فرقه های جدیدی به وجود آمده و سپس پس از اون هم باز فرقه های تازهی درست شده. یکی از این فرقه ها زیدیه هست که اینها پیروان زید هستند و اینها بیشتر شیعان ایران تا پیش از پیدایش اسماعیلیان اینها زیدی بودند. حتی دولت نخستین دولت شیعی شیعی مذهب ایران که بغداد رو هم در دست گرفت، یعنی آل بویه یا دیلمان، اینها شیعی زیدی بودند و اگر امروز زنده می بودند حکومت اسلامی شیعی دمار از روزگار اینها در می آورد. زیدی ها در دوران پس از یا پیش از آمدن شاه اسماعیل در بخشهایی از شمال ایران، مازندران و گیلان بسیار نیرومند بودند و سپس بسیاری از اونها کوچ کردند و تنها گروه فعال زیدی که باقی مانده بیشتر در یمن هستند. همین حوتی ها که در یمن جمهوری اسلامی از اونها پشتیبانی میکنه تنها گروه فعال زیدی امروز در دنیا هستند. البته اینجا اونجا هم شاید گروه ها و حلقه های چهار امامی هستند. اینها چهار امامی هستند، بله. ولی در پس از اون بزرگترین شکافی که در آیین شیعی به وجود آمد در دوران امام جعفر صادق بود، امام ششم. امام ششم فرزندی داشت به نام اسماعیل و بسیاری از اسناد نشان می‌دهد که او فرزند خودش اسماعیل رو به جانشینی برگزیده بود. شیعان 12 امامی دو روایت یاد می‌کنند. یکی کسانی که می‌گویند اسماعیل درگذشت و امام ششم به ناچار موسی بن جعفر رو، امام هفتم رو، به جانشینی خودش برگزید. گروهی که می‌گویند که اسماعیل دست به شرابخواری زده بود و از دین برگشته بود و امام جعفر صادق او رو کنار نهاد و امام هفتم امام موسی بن جعفر رو به جای او برگزید. کسانی هم که هواداران اسماعیل هستند میگویند که چنین نیست و اسماعیل نه تنها جانشین راستین امام ششم بوده، بلکه خود او همان مهدی است، همان امامی است که وعده داده بودند که او خواهد آمد. اسماعیلیان به امام 12 باور ندارند، به هیچ امامی بعد از اسماعیل باور ندارند و یک نوع آیینی رو به وجود می آورند که به اینها باطنی هم می گفتند و اینها ارزش های یا باورهای حتی زرتشتی و مانوی رو وارد ناصر خسرو هم با اینا بوده؟ ناصر خسرو یکی از داییان اینها بوده. این خیلی مهم است به این توجه کنید. مبلغشون بوده. بله، اینها آخون نداشتن، اینها دایی داشتن، یعنی کسانی که می آمدند و تبلیغات می کردن. چون پیشتر پایگاه اینها در ایران بود، یعنی اینها در ایران همون حسن صباح و دیگران بودند و سپس دو شاخه شدند و این دو شاخه یکی از اونها در مصر به قدرت رسید که شدن فاطمیان مصر و این فاطمیان مصر بسیار پرقدرت بودند. این صلاح الدین ایوبی از همین خاندان فاطمیان مصر بود، یعنی شیعه اسماعیلی یا هوادار اونها، با اونها نزدیکی داشت. البته میگویند که او در واقع فاطمیان رو شکست داده بود. در تاریخ داوری های گوناگون آمده، ولی به هر روی راستین است که در ایران اسماعیلیان یک گروه شورشی بسیار تندرو و باورمند بیرکش ارزش های حتی خرافی بودند و در دژها زندگی میکردند و در دوران از زمان غزنویان کشتار اینها شروع شد. چون آنچه که میگویند که غزنویان، سلطان محمود غزنوی از شیعیان میکش، منظور از شیعیان در واقع همین علویان، همین باطنی ها، همین یا رافضی ها، همین اسماعیلی ها هستند. شیعه 12 امامی کمتر در اون هنگام پیدا میشد.
و اینها پایگاهشون در اون هنگام سلطان محمود غزنوی در طالقان بود، نه طالقان امروز، بلکه طالقان در جنوب خراسان بزرگ. و در دوران سلجوقی که اوج گرفت کار اینها، جنبش حسن صباه بود که خب معروف بود که در کشتن بزرگان دست داشتن و حشاشین یا اساسین ها از میان اینها بیرون آمدن. سرانجام هم به این جنبش اسماعیلی هلاکوخان مغول پایان داد، یعنی تمام دژهای اونها رو ویران کرد و آخرین فرمانروای اسماعیلی رو، آخرین بزرگ اسماعیلی ایران رو کشت. و خواجه نصیرالدین طوسی رو که 18 سال در یکی از دژهای اونها زندگی میکرد رایزن خودش کرد و در گرفتن بغداد از او یاری گرفت. و این خواجه نصیرالدین طوسی که خیلی ها از این بزرگان امروز شیعی او رو برجسته میدانند، گویا در اون هنگام پیرو اسماعیلیان شده بود و از اونها پیرو میکرد. ولی این موضوع شیعی در ایران، آنچه که به دوران امروز و آخوند و شریعت مدار و چیزهایی از این دست مربوط می شود، به آیین اسماعیلی مربوط نیست و مراد ما در اینجا شیعه 12 امامی است. آقای امینی، بفرمایید که در کتاب شیعیگری کسروی که شما بر اون حاشیه‌های بسیار جالبی وارد آوردین و بخش های فراوانی افزودین، در اونجا گفته شده است که تا پیش از دوره مغول همه حکومت ها در ایران پیرو اهل سنت بودند. بله. و در زمان مغولان بوده که به دلیل عدم پایبندی مغولان به اسلام، این شیعیان تا حدودی گسترش پیدا کرد کارشان. ضمناً الجایتو از مغولان که پس از مسلمان شدن سلطان محمد خدابنده نام گرفت، به پاس کمک علامه مطهر هلی، علامه هلی شیعه شد. و ممکن است توضیحات بیشتری بدهید شما؟ جناب مهری، ببینید در تاریخ ایران پس از اسلام ما با چند حکومت بسیار زودگذر شیعی روبرو بودیم. اینها بیشتر شیعه زیدی بودند. اشاره کردم که آل بویه یا دیلمان و زیاریان، اینها به اون گروه در واقع تعلق داشتند. دوران کوتاهی هم اینها آمدند و کوشش کردند بر بخشای از ایران چیره بشوند. حتی بویان بغداد رو هم گرفتند. مراسم عاشورا در بغداد. بله بله. بسیار 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 علاقمند بودند به آیین شیعی. این عاشورا رو اونها در بغداد زنده کردند. اما در این حال تا حدودی یک نوع بردباری دینی رو پذیرفته بودند. جالب اینجاست که حتی میخواستند که خلافت عباسی رو براندازند. و یک وزیر بسیار با تدبیر، این امیر چیره بر امیر بویه چیره شده بر، چون سه برادر بودن از عدد دوله. بله، او در واقع آمد و گفتش که شما این کارو نکنید، چون اگر یه خلیفه ای رو شما برگزینید، اون خلیفه خواهد توانست شما رو برکنار کنه. میخواستن خلیفه شیعی بیارن، بنابراین خلیفه اهل سنت رو در بغداد باقی نهادن، باقی گذاردن. به دلیل سیاسی و درست هم بودیم از نقطه نظر یک پیشگیری سیاسی. ولی درست میگویید، در ایران پیش از دوران مغول اساسا حکومت‌های اهل سنت بودند و آیین شیعی در ایران بسیار کم گسترده شده بود و پیروان بسیار زیادی نمی داشت. هنگامی که مغولان به ایران آمدند، مغول‌ها به دلیل اینکه باور دینی خیلی استواری نداشتند، اینها یک نوع آزادی دینی رو تابوتی با خودشون آوردن. البته من اینجا بد نیست که حاشیه برم برای شما این نمونه ای از، اگه داشته باشم این نمونه رو با خودم، نه این رو با خودم متاسفانه یعنی همراه نیاوردم. و اشاره ایست به اینکه در ایران بسیار بسیار شماره
شیعیان اندک بوده. اما بازگردیم به پرسش شما، هولاکو هنگامی که به ایران آمد، چون می‌دانید که هولاکو حمله دوم مغولان را به ایران رهبری کرد، حمله نخست مغولان که فرزندان چنگیز خان اونها رو رهبری می‌کردند، برای به راستی غارت ایران بود. یعنی آمدند و بردند و سوختند و ویران کردند و کشتند و خلی از خاکستر کردند بسیاری از شهرها رو، و گروهی از صنعتگران و آدم‌های توانا در رشته‌هایی رو با خودشون بردند، حتی در و پنجره کندند و بردن از شهرهای ایران. دوره دوم آمدن مغولان در دوران هولاکو بود که نزدیک به 40 سال پس از یورش نخست مغولان روی داد، و این بار برای کشورگشایی نیامده بودند و برای کشورداری آمده بودند. هولاکو که نوه مغول بود، او در واقع میخواست که یک امپراتوری بزرگ مغول به وجود بیاورد که از پایگاه مغول‌ها که در اون هنگام همین جایی است که امروز پکن یا بیجینگ هستش، اولانباتور در اون موقع، اولانباتور نه عذر میخوام، در اون هنگام به اون میگفتند خانبالیق، خانبالیق در اونجا میگفتند، یعنی این رو ویران کرده بودند و خانبالیق رو ساخته بودند، آمد و به ایران یورش برد و نخستین کار او ویران کردن دژهای اسماعیلی بود. هولاکو از مادری مسیحی زاده شده بود. این و این خیلی جالب است، چون مغول‌ها چندان پایبندی‌های مذهبی نداشتند، برخی از اونها مسیحی شده بودند، براشون جذاب بود. از مادری مسیحی زاده شده بود، اون دو فرزندی هم که پس از او بر ایران فرمان روایی کردند مسیحی بودند، اگرچه پیرامونیان اونها همه بر آیین‌های چینی و بودایی و ارزش‌های غیر تک خدایی باور داشتند، ولی خود هولاکو و دو جانشینش اینها مسیحی بودند. جانشین در واقع این تکودار، این تکودار بود که در میانه کار از مسیح، از مسیحگری دست برداشت و نام احمد رو برگزید و مسلمان شد. اما جانشین او یعنی ارغون خان که نخست مسیحی بود، سپس بودایی شد، یعنی بازگشت به آیین کهن. قازان خان نخستین پادشاه ایلخانی ایران هست که مسلمان شد و دستور داد که همه مغول‌های ایران هم مسلمان بشود، و این قازان خان هستش که پیوند خودش رو با اردوی زرین و با خان بالیغ برید و خودش رو پادشاه ایران خواند. این البته مسلمان شدن او هم این این اولجایتو برادر این قازان خان هست، آلجایتو یا آلجایتو، این از مادری مسیحی زاده شده بود. خب این البته جالب است، اگر شاید ما این موفق می شدن، ما هم امروز در شمال کشورهای مسیحی جهان بودیم و یه رشت از این گرفتاری ها رو نداشتیم. آلجایتو این از مادری مسیحی زاده شده بود، غسل تعمید هم دیده بود، و چون در اون هنگام پاپ در روم نامش نیکولای بود، پاپ نیکولای نامش بود، نام نیکولای رو بر او نهاده بودند در هنگام غسل تعمید، یعنی او در واقع نیکولای قرار بود پادشاه ایران باشد. ولی در هنگامی که پادشاه شد، از این آیین مسیحی برید و بازگشت به آیین بودایی کهن خاندانی خودش، و سپس مسلمان حنفی شد. این که میگویند شیعه شد به دست همین، اشاره کردید به دست علامه هلی، این یه دروغ تاریخی است، برای اینکه خیلی پیش از او به دست برخی دیگر از بزرگان دینی در ایران حنفی شده بود، ولی خیلی هم باور جدی حنفی نداشت. یعنی این به هر حال گفته بودن مسلمان بشو، حنفی بشو، حنفی شده بود و محمد، سلطان محمد اولجای خدابنده نام گرفته بود، و شاید هم یک رهبر بزرگ حنفی رو خطه کرده بود و بنابراین او حنفی شده بود. بالاخره باید این کارها رو انجام میدادن. جناب میبخشید به این اشاره میکنم، ولی اینا بخشی از به هر حال همین اسلام ماست دیگه، باید این هم جزوش باشه. این
اصلا پیورزی چندانی هم به آیین خودش نداشت. تا جایی که بزرگترین قاضی القضات او یعنی نظام الدین عبدالملک مراغی شافعی بود، یعنی خود او حنفی بود و این شافعی بود و این رو در اسناد ما دیدیم و درست است که این علامه حلی که یکی از بزرگان دینی در اون هنگام بود به ایران آمد به دعوت همین الجایتو یا سلطان محمد خدابنده، چون پیرو آزادی دینی بود، یک نوع مذاکرات و گفتگوها و یک نوع دیبیت های دینی، درگیری های دینی در دربار برگزار می کرد که بزرگان دین ها با هم گفتگو کنند و این رو در اسناد آورده اند و شاید هم درست بوده باشد و به نظر می آید که درست باشد که الجایتو یا سلطان محمد خدابنده به دست همین علامه حلی شیعی شد. اما افسانه دیگری رو هم در این رابطه در این باره ساختن. افسانه این است که سلطان محمد خدابنده در هنگام مستی همسر خودش رو سه طلاقی کرده بود و چون همسر رو ستلاقی کرده بود بزرگان دین به او گفته بودند که باید محلل بخواهد، یعنی یک کسی باید بر پای آیین اسلام با همسر او همخوابه شود و سپس او میتواند این زن ستلاق شده رو به عقد مجدد در بیاره. پادشاه هم که زیر بار چنین چیزی نمیرفت که همسری رو که البته اینا همش افسانه است در عالم مستی ستلاقی کرده با کس دیگری همخوابه کنه. این است که گفتن که از این علامه حلی خواستن به ایران بیاد و او فتوا داده که نه، طلاق در عالم مستی درست نیست و بنابراین الجایتو یا سلطان محمد خدابنده شادمان از این که مجبور نیست که زن سه طلاق شده خودش رو حالا از راه محلل دوباره ازدواج کند شیعی شده. اینا دروغ است ولی این رو نخستین بار مجلسی در یکی از این 56 حدیثی که بخشی از اونها رو حالا خودش ساخته یا دیگران ساختن و او یاد کرده نخستین بار او بازگو کرده. اما در این که علامه حلی به ایران آمده و علامه حلی در شیعی کردن این پادشاهی که از یعنی در واقع آخرین پادشاه نام‌آور ایلخانان، چون پس از او فرزندش سلطان سلطان بهادر، او در واقع آخرین پادشاه ابو سعید بهادر آخرین پادشاه ایلخانان بود که اصلا برای نخستین بار با نامی فارسی زاده، یعنی با زاده شد و نامی فارسی برگزید، یعنی همین بهادر. و این است که در مورد این آمدن این علامه حلی کاملا درست با شما. این فرزندش هم به نام فخرالمحققین سالهای درازی در ایران میزیست و این است که در این دوران تا حدودی میتوان گفت شیعه‌گری در ایران آزاد شد و رشد کرد و شکوفا گردید. در تاریخ ها همچنین چندین نفر به نام علامه حلی شناخته شدند. بله. آیا این علامه حلی که اشاره کردین معروفترین یا برجسته‌ترین آنها بوده؟ از یه چگونه است؟ خیر، ایشون دایی ایشان نام‌آورترین حلی است. حله می‌دانید که شهری است در جنوب بغداد میان بغداد و نجف و از دیرباز شینشین بوده، یه شهر تاریخی است و بسیاری از این بزرگان شیعه از این حله برخواستند و این علامه حلی که به ایران آمد او در واقع خواهرزاده یکی از برجسته ترین فقیهان شیعه دوران میتوان گفت 600 سال نخست اسلامی به نام محقق حلی است که این محقق حلی اصلا به نام محقق شناخته شده و یکی از یعنی از شمار کارهایی که انجام داده هم او و هم همین خواهرزادش کارهای خیلی بزرگی رو به جای نهادن در راستای فقه شیعی که این کارهای اونها نام‌آور شده. ولی خود این محقق حلی در واقع حتی نام‌آورتر از این خواهرزاده
می باشد و البته خواهرزاده چون یک کتاب بسیار بسیار معروف از او به جای مانده از شمار کسانی است که کارهای او رو در حوزه ها درس می دادن و می دهند. این گروه پیوند یافته با هم، برخی خویشاوند با هم به نام هلی، از رده نسل دوم سوم فقیهان شیعه هستند که در گسترش آیین شیعه در ایران و عراق و سوریه و سرزمین های از این دست خیلی کوشا بودند و جایگاه بزرگی داشتند. آقای امینی، با توجه به توضیحاتی که دادین چنین به نظر میاد که تا پیش از به قدرت رسیدن شاه اسماعیل و بنای دولت صفوی شمار شیعیان در ایران محدود بوده. بله. و این دوره و این از دوره صفویه که شیعه دوازده امامی بنای گسترده‌ای به وجود آورده و شمار آخوند، فقیه، محدث و مدرس در ایران افزایش یافته. ولی آیت الله اون در اون دوره نبوده. این واژه آیت الله کاملا صدر و صدور بوده. مثل این که صدر و صدور مال دوران صفوی است، همین دوره صفوی. بله. اصلا این واژه آیت الله از این واژه های ساختگی این 50-60 سال گذشته است. آیت الله، آیت الله عظما و چیزهای از این داره. بزرگترین آخوند دوران مشروطه اسمش آخوند خراسانی بوده و بسیاری از اونها به نام ملا شناخته می شدن. اصلا واژه حجت الاسلام رو به عنوان صفت استفاده می کردن. هیچ رتبه دینی نداشته. به ابن سینا حجت الحق می گفتن. حجت الاسلام رو در مورد آدمی مانند امام محمد غزالی به کار می بردن. اینها واژه هایی بوده بدون هیچ گونه جایگاه رتبه‌مند دینی. یعنی اصلا این رتبه ها رو بعدها ساختن که بالاترین حجت العظما عظما یا مرجع تقلید است، بعد مانند یک لشکر یا ارتش اینها میان پایین‌تر میشوند آیت الله، بعد از آیت الله حجت الاسلام است، بعد از حجت همین اینا ساختگیه. صیغت الاسلام نمیدونم چی. اینا هیچ کدوم از اینا درست نیست. در سلسله مراتب خیلی کهن تا پیش از دوران 250 سال گذشته اینها به نام فقیه یا محدث یا مدرس شناخته می شدند و برپایی که تا چند اندازه شاگرد داشتن بلندپایه می گشتن. مانند همین محقق هلی که اشاره کردم 100 شاگرد صاحب نام داشته و بیشتر اینها بیرون از این سرزمین فلات ایران بودند. یعنی سرزمین بزرگ فلات ایران که در اون هنگام اسلامی بوده، مسلمان شده بودن همه. یعنی از بروید از منطقه جیهون و فرارود بیایید تا نزدیک بغداد که همه که فلات ایران رو تشکیل میده و بخشهایی از ترکیه امروز، اینها مسلمان بودن ولی بیشتر اونها اهل سنت بودن. شیعیگری در ایران نفوذ چندانی نداشته، حتی در میان عارفان. یعنی اگر عرفان رو به عنوان یکی از شاخه های زمینی الهیات در نظر بگیریم، یعنی به عنوان یک واکنش زمینی نسبت به رفتارهای شریعتی نگاه کنیم، یعنی شریعت رو در واقع یک شاخه بدانیم و عرفان رو شاخه دیگری از کارزار به هر حال دینی به شمار بیاوریم، بیشتر کسانی که در دنیای عرفانی صاحب نام شدن اینها شیعی نبودند، اینها اهل سنت بودند. در میان بزرگان فلسفه و دانش در ایران هم تنها میتوان از آدمی مانند ابن سینا نام برد که گویا شیعی بوده. اون هم دانش و آگاهی ما در این زمینه محدود است. شما اگر به آدمهایی مانند مولانا به کارهای او نگاه کنید میبینید که مولانا شیعی نیست. یا اینکه میگویند فردوسی شیعی بوده به هیچ وجه درست نیست. فردوسی پایبندی های استوار اسلامی اصلا نداشته و بیشتر از بیرون از این دین به مسائل جهان به دنیا نگاه میکرده. ولی به هر روی بیشتر ایرانیان تا پیش از آمدن صفویان به ایران اینها پایبند به آیین این چهار شاخه یا چهار آیین
اهل سنت بودند. البته به ویژه سه آیین، یعنی حنفی و شافعی و یعنی مالکی در بین اونها خیلی کم بوده. بیشتر مالکی بخشهایی از شمال عراق، شمال آفریقا و عربستان رو در بر میگرفته. حنبلی و شافعی و حنفی در ایران زیاد بوده، به ویژه شافعی و حنفی در میان ایرانیان خیلی پذیرفته شده بوده و پادشاهان پیش از دوران مغول هم جز اون مواردی که اشاره کردم بیشتر پیرو اهل سنت بودن. وفاداری های زیادی هم حتی یک دقیقه وقت برای پیورزانهی به آینه به آین های اهل سنت داشتن. بزرگترین شهرهای ایران در اون هنگام، یعنی در هنگام پیش از آمدن شاه اسماعیل، شهرهای مانند شیراز و اصفهان و تبریز، اینها شهرهای اهل سنت بوده، یعنی بزرگان اونها سنی بودند. تنها در بخشهایی از کاشان مراکز ایران مانند کاشان و نایین یا در پیرامون مشهد سبزوار، اینها در واقع تا حدودی به آیین شیعه دوازده امامی باور داشتن، ولی بیشتر مردم ایران در اون هنگام پیرو اهل سنت بودن. خیلی ممنونم جناب آقای امینی. اجازه بدین در هفته آینده این بحث رو دنبال بکنیم. سفری در پیش دارین آقای امینی؟ بله، در غرب بناست که در ساکرامنتو سخنرانی داشته باشم. جناب کارگردان اگر لطف کنن این آگهی رو به روی، میدونم وقت کمه، ولی این آگهی رو بتوانن روی، بله، به نام شب مصدق در همین یک شنبهی که می آید در ساکرامنتو برنامه خواهد بود در کتابخانهی در ساکرامنتو و یک شنبه ساعت گمان میکنم چهار پس از این روز باشه و به هر روز سپاسگزار هستم. شاید بیشتر باید به این میپرداختم که فرصت نشد به اون بپردازم. سپاسگزارم. درود بر شما. خیلی ممنون از شما و خیلی ممنون از همیهنان گرامی که به این برنامه توجه فرمودند و از آقای کارگردان امیر هم تشکر میکنم.